مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. در نشست مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد به کابینه آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، آقای پزشکیان در واکنش به برخی انتقادهای تند نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادیش تأکید کرد که لیست وزرا با تایید و توافق شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای تعیین شده و کابینه مورد توافق کامل آقای خامنه ای بوده است. آنجوری که مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی گفت، تکرار همان گفته‌هایش در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری بود و اینکه او در سیاست‌های راهبردی، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، تابع سیاست‌های اعلام شده از جانب آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و اقدامی نخواهد کرد که در تقابل با نظر علی خامنه‌ای میباشد. در واقع آقای مسعود پزشکیان در ترکیب وزرای کابینه‌اش به قولی که در مبارزات انتخابی داده بود عمل کرد، بدین معنا که او در تضاد با خواسته های راهبردی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سیاستی را پیش نخواهد برد. اقدامات و اظهارات مسعود پزشکیان تا به امروز وفاق با رهبر نظام جمهوری اسلامی بوده. زمانی که مسعود پزشکیان از وفاق ملی صحبت می‌کنه، بدین معناست که او خواهان آشتی ملی است و میخواد شکاف و دره عظیمی که بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده را به نوعی به نفع نظام جمهوری اسلامی ترمیم بکنه. مسعود پزشکیان تردیدی باقی نگذاشت که او بدون حمایت شخص علی خامنه ای به طور قطع صلاحیتش توسط شورای نگهبان به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری رد می شد. مسعود پزشکیان انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران را مدیون علی خامنه ای می دونه. تردیدی هم وجود نداره که آیت الله علی خامنه ای با بحران ها و شورش هایی که در چند سال اخیر جامعه ایران را به لرزش درآورده و سیر نزولی مشارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نشان دهنده شکاف عظیم بین مردم و نظام جمهوری اسلامی است، به این نتیجه رسیده که بدون آشتی ملی راه نجاتی برای نظام جمهوری اسلامی گشوده نمیشه. پس از اینکه پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی از صندوق‌های آرا بیرون آمد، مخالفان او در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی او به مجلس تلاش داشتند تا نگذارند شماری از وزرای کابینه او رأی لازم را بیاورند و در صدد بودند دولتش را در حالت فلجی نگه دارند. اما پزشکیان که با هماهنگی با علی خامنه ای کابینه اش را به مجلس معرفی کرده بود، در صحن مجلس اعلام کرد که او با هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی کابینه اش را تعیین کرده. او بدین ترتیب تمام امیدها و توهماتی را که برخی برای خود ساخته بودند مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی فقط در رابطه با سه وزیر کلیدی دفاع، امنیت و کشور تاکید داشته است را نقش بر آب کرد. او موفق شد برای تمام وزرایش آرای لازم را در مجلس شورای اسلامی به دست بیاره. پس از آن هم سیل مخالفت‌ها با کابینه
و شخص پزشکیان روی این مطلب متمرکز شد که پزشکیان در هنگام رأی گیری در مجلس دروغ گفته و با استناد به توافق رهبر برای کابینه‌اش رأی گرفته. جبهه مخالفان پزشکیان از او خواستند که از رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و مردم ایران به خاطر دروغگویی‌هایش پوزش بخواد و اظهاراتش در مجلس را پس بگیره. تمام امیدها به این بود که علی خامنه‌ای سخنان پزشکیان در مجلس را تکذیب بکنه، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. علی خامنه‌ای در دیدارش با پزشکیان و اعضای دولتش در ششم شهریور ماه 1304 خط بطلانی بر تمام توهمات و امیدهای کاذب مخالفان کشید و در سخنانی کابینه پزشکیان را که در جمع آن جواد ظریف هم حضور داشت تایید کرد. علی خامنه اعتراف کرد که مسعود پزشکیان برای انتخاب همه وزرایش با او مشورت کرده. خامنه گفت که برخی از وزرا را تایید و برخی را تاکید کرده و تعداد زیادی از وزرا را هم نمی شناخته و درباره آنها نظری نداده. در سخنان علی خامنه‌ای تاکید بر این است که آقای پزشکیان برای انتخاب وزرایش با او مشورت کرده و او مخالفتی با هیچ وزیری نداشته. در ادامه سخنانش علی خامنه‌ای در دیدارش با کابینه شک و تردیدی باقی نگذاشت که همه وزرایی که مورد اعتماد پزشکیان و مجلس جمهوری اسلامی هستند از حمایت او هم برخوردار می باشند. علی خامنه‌ای گفت شما همه مقامات عالی رتبه کشورید. وظیفه همه ماست که از شما حمایت کنیم، کمکتان بکنیم. علی خامنه‌ای تأکید کرد که او بسیار خوشبخت است که پزشکیان توانسته مجلس شورای اسلامی را قانع بکنه تا صلاحیت وزرا را تایید کنند. پزشکیان توانسته بود با اعلام اینکه وزرایش مورد تایید و توافق خامنه‌ای هستند و در هماهنگی با رهبری جمهوری اسلامی وزرا را انتخاب کرده، آرای نمایندگان مجلس را به دست بیاره. سخنان علی خامنه‌ای تایید اظهارات پزشکیان در مجلس بود. در واقع با دولت پزشکیان پرده و پوشش های تغییر بخشی از سیاست ها با صندوق رأی‌گیری جمهوری اسلامی بالا رفته و پشت پرده شفافتر از گذشته شده. مسعود پزشکیان در ترکیب وزیران و اعلام سیاست های داخلی و خارجیش همان کاری را می کند که قبلا صریحا و به طور شفاف گفته بود، اجرای سیاست های راهبردی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای. انتخاب آقای عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را می توان نماد همین سیاست دانست. علی خامنه ای پیش از رأی‌گیری اخیر ریاست جمهوری رسما اعلام کرده بود که نباید به دنبال آشتی و توافقی با ایالات متحده آمریکا و غرب بود. او می گفت نه توافق و نه جنگ با غرب. در واقع مدیریت تنش با ایالات متحده آمریکا، اروپا و اسرائیل اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. آقای عباس عراقچی در مجلس اعلام کرد که احیای توافق اتمی برجام امکان پذیر نیست و مدیریت تنش با ایالات متحده آمریکا و حمایت از محور مقاومت و حمایت از حماس در جنگ غزه در اولویت سیاست‌های خارجی ایران قرار داره. عباس عراقچی در روز پنجم شهریور ماه 1304 در دیدار با شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر که به تهران سفر کرده بود گفت که از هر توافقی که مقاومت فلسطینی و حماس بپذیرد حمایت می‌کنیم. عراقچی پس از دیدار با وزیر خارجه قطر تلفنی با آقای خلیل الهیه از مقامات ارشد حماس صحبت کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفتگو با مقام حماس گفت که جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و حماس با قوت حمایت خواهد کرد و پیروزی نهایی به مردم فلسطینه و جمهوری اسلامی ایران تا پایان در کنار آنها خواهد بود. یک ماه پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران و چند روز
پس از حملات حزب الله لبنان به اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران خط آتش به سوی اسرائیل را حفظ کرده و به طور قطعی حمله‌ای به اسرائیل رخ خواهد داد. اگرچه بسیاری از ناظران نمایش قدرت آمریکا در منطقه خاورمیانه و اطراف ایران را نقش بازدارنده از حمله ائتلاف جویانه ایران می‌دانند، اما تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی و سیاستمداران ایالات متحده آمریکا و اروپا دلایل تأخیر در عملیات ائتلاف جویانه جمهوری اسلامی را در این می‌دانند که حاکمان تهران قصد مختل شدن مذاکرات آتش‌بس در غزه را ندارند، زیرا جمهوری اسلامی معتقد است که اگر آتش‌بس دائمی در غزه به اجرا درآید، این باعث تقویت حماس و ماندن حماس در قدرت در نوار غزه می‌گردد و این بزرگترین پیروزی برای حماس و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که تقریبا 40 سال است با پول، سلاح، آموزش و دادن فناوری به حماس و جهاد اسلامی از آنها در مقابله با اسرائیل حمایت کرده. گفته میشه که وزیر امور خارجه قطر در تهران از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از نفوذ خودش بین رهبران حماس برای دستیابی به آتش‌بس استفاده بکنه. در واقع اگر یک توافق آتش‌بس دائمی و پایدار با خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه حاصل بشه، این ابتکار قطر، مصر و آمریکا برای آتش‌بس برای جمهوری اسلامی ایران موقعیت بسیار مناسبی است که به احتمال بسیار قوی به دنبال چنین فرصتی بوده است. رصد کردن مواضع حزب الله لبنان بعد از حمله با 340 راکت و پهپاد به اسرائیل و رصد کردن مواضع اسرائیل نشان می‌دهند که هم حزب الله و هم اسرائیل از انتقام حزب الله که اثرات تخریبی بزرگی در اسرائیل نداشته است راضی هستند و سطح نزاع بین حزب الله و اسرائیل به سطح محدود و کنترل شده برگشته است. گرچه به لحاظ نظامی حمله حزب الله به اسرائیل موفقیت بزرگی برای حزب الله نبوده، اما با انجام این سنگین‌ترین عملیات در طول 11 ماه گذشته به حزب الله فرصت تبلیغاتی سیاسی را داده است. حزب الله نشان داده که به لحاظ نظامی میتونه تا عمق چند صد کیلومتری در خاک اسرائیل موشک پراکنی و پهپاد پرتاب کنه. این برای اسرائیل بسیار مشکل‌زاست. امری که بازسازی بازدارندگی اسرائیل را به سطح قبل از هفته اکتبر 2023 بسیار دشوار می‌کنه. از طرف دیگر با وضعیت نابسامان اقتصادی در لبنان و اختلافات عمیق سیاسی در این کشور، حزب الله تمایلی نسبت به ارتقاء سطح جنگ به یک جنگ فراگیر و تمام عیار و گسترده که میتونه برای لبنان بسیار آسیب پذیر باشه نداره. حزب الله همیشه اعلام کرده است که اولویتش در جنگ با اسرائیل حمایت از حماس و توقف هرچه زودتر جنگ در نوار غزه میباشه تا حماس در نوار غزه حفظ بشه. اظهارات حسن نصرالله پس از حمله روز اربعین به اسرائیل در این خصوص بسیار شفافه. او گفت دلیل تأخیر در حمله انتقام‌جویی حزب الله فرصت دادن به مذاکرات صلح بین جانبه قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا بوده است. در واقع اعلام خونخواهی توسط آیت الله خامنه‌ای برای ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران در پی یک جنگ بزرگی با اسرائیل می باشه. رهبر جمهوری اسلامی ایران همیشه از صبر استراتژیک صحبت میکنه. او در چندین سال قبل گفت که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در واقع این ادعای خامنه‌ای نشان میده که رهبر جمهوری اسلامی با درکش از صبر استراتژیک به دنبال یک جنگ فرسایشی بسیار طولانی می باشه. بنابراین علی‌رغم وقوع اتفاقات بحرانی، احتمال جنگ همه جانبه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بسیار کمه. بازیگران جهانی و منطقه در خاورمیانه به این درک رسیدن که ابعاد جنگ نباید از مرزهای اسرائیل گسترش پیدا بکنه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پی برده است که تهدیدهای ایران به افزایش تنش‌ها با اسرائیل و حمله تلافی جویانه به اسرائیل کاخ سفید را وادار میکنه تا فشار بیشتری بر دولت اسرائیل وارد بکنه تا با امتیازات بیشتر در مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری آمریکا بین اسرائیل و حماس موافقت بکنه. اگر نیروهای آمریکایی در مسیرهای حملات انتقام جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل اعلام کردند که آماده هستند تا از رسیدن موشک‌ها و پهپادهای ایران به اسرائیل جلوگیری کنند، اما آمریکا خواهان یک جنگ تمام عیار در کنار دولت افراطی بنیامین نتانیاهو با ایران نمی باشه. اگر در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما و آقای ترامپ همیشه از گزینه نظامی بر علیه ایران صحبت می شد، امروز ایالات متحده آمریکا هیچ گونه سخنی از گزینه نظامی بر علیه ایران به زبان نمیاره. اگرچه کاخ سفید میتونه کارهای بیشتری انجام بده، به طور مثال ایالات متحده آمریکا میتونه حمله برای نابود کردن کارخانه های موشکی و پهپادی و حمله به بنادری در ایران که این تسلیحات را از آنجا برای انصار الله در یمن و یا روسیه ارسال میشه انجام بده. اما ایالات متحده آمریکا در شرایط بحرانی در خاورمیانه، در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، در مقابله با انصار الله در یمن، در مقابله با شبه نظامیان در عراق و در بحران جنگ غزه که برای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا پیروزی قطعی نصیب نشده و همچنین آلودگی آمریکا در جنگ اوکراین، کاخ سفید آمادگی یک جنگ تمام عیار خطرناکی با ایران را نداره. در واقع ایالات متحده آمریکا به دنبال ارائه راه حل ثانویه برای دستیابی به توافق در غزه است تا به جنگ خاتمه بده و از گسترش جنگ به سوی جنگی با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه. تا به حال تمام تلاش‌های آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای کشاندن پای آمریکا به جنگی با جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده. حتی در حمله‌ای که به نام وعده صادق به اسرائیل شد، با وجودی که آقای بایدن از پاسخ آهنین آمریکا به ایران خبر می‌داد، اما کاخ سفید اعلام کرد که خواهان جنگی با ایران نیست. این در حالی است که 30 کشور ناتو در رأس آنها ایالات متحده آمریکا در یک جنگ سرنوشت‌ساز با روسیه در اوکراین روبرو هستند. با وجود این، از نظر واشنگتن و متحدان غربیش هر گونه اقدامی که میتونه جنگ را به خاک روسیه بکشونه و پای آمریکا و کشورهای ناتو را به این جنگ باز کنه، از جانب آمریکا خطر بزرگی تلقی میشه. نشریه فاینانشال تایمز در تحلیلی به این مسئله پرداخته و مینویسه که پس از تهاجم اوکراین به منطقه کورسک در روسیه، آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عملا محدودیت‌هایی را که آمریکا برای تلاش‌های جنگی اوکراین اعمال کرده را کنار گذاشته. در آغاز درگیری در اوکراین، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن دو هدف را برای دولت خودش تعیین کرده بود. اولین مورد حمایت از اوکراین بود و دومین هدف اجتناب از جنگ جهانی سوم با درگیری با روسیه. در واقع امروز هم تقریبا پس از دو سال و نیم جنگ در اوکراین، ایالات متحده آمریکا از هر گونه جنگی با روسیه اجتناب میکنه، زیرا چنین جنگی به معنای جنگ جهانی سوم میباشه. اوکراین که برای بقایش با روسیه حتی با ورود به کورسک میجنگه، تلاش داره تا دخالت نظامی آمریکا در جنگ با روسیه را به دست بیاره. اخیراً آقای دیوید سنگر، تحلیلگر و نویسنده آمریکایی که بسیار نزدیک به آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است، در کتاب اخیرش اشاره میکنه که رئیس جمهور آمریکا به دستیاران خود گفته است که نگران است که آقای زلنسکی قصد داشته باشد عمدن آمریکا را به جنگ جهانی سوم بکشانند. با حمله به خاک روسیه در منطقه کورسک، زلنسکی سیاستی را دنبال کرده است که پیشتر از جانب دولت بسیار افراطی آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل اجرا شده.
با کشتن اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی ایران و آن هم چند ساعت پس از مراسم تحلیف پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران، پیش فرض دولت آقای نتانیاهو این بود که با حمله ائتلاف جویانه ایران به اسرائیل و خطری برای موجودیت کشور اسرائیل، در نهایت ایالات متحده آمریکا به کمک اسرائیل خواهد آمد و با ایران در یک جنگ تمام عیار درگیر خواهد شد. هنوز خطر حمله ایران به اسرائیل منتفی نشده. باید منتظر ماند که سطح حمله چگونه خواهد بود. آیا خطری برای موجودیت اسرائیل خواهد بود و پای آمریکا آنطوری که بنیامین نتانیاهو برنامه‌ریزی کرده است را به جنگی با ایران می‌کشه؟ در واقع با حمله به کرسک اوکراینی‌ها سیاستی را دنبال کردند که پیشتر از جانب اسرائیل اجرا شده. پیش‌فرض‌های دولت‌های نتانیاهو در اسرائیل و زلنسکی در اوکراین این است که در صورت موفقیت آمیز بودن چنین عملیاتی مانند ترور هنیه در تهران و حمله به کرسک در روسیه، بعداً با تایید و موافقت آمریکا همراه میشه. اما اگر این عملیات با شکست روبرو شوند، در نهایت آمریکا مجبور میشه به کمک آنها بشتابه و برای حفظ آنها تن به جنگ‌های خطرناکی در خاورمیانه و احتمالاً جنگ جهانی سوم بده. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیو کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما به درود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com